برنامه هفت تلویزیون سینما نمیدونم هفت، قبلا مسعود فراستی اون توابی که نمیدونم از رنجبران بود بعد تواب شده بود، بعد فیلم ندیده رو در حقیقت نقد میکرد، میگه من ندیده فیلم ها رو میتونم نقد کنم، نمیدونم چطوری این کارو میکرد. حالا اون رفته کلپز برخواست، سگ جایش نشست. حالا اون دوتا نشسته بودن و اینجوری داشتن توهین میکردن. چرا این کار کردن آقای مصداقی؟ من فیلمو دیروز چون نشون دادم دیگه لازم نیست دوباره نشون بدم. بفهمیدیم چی؟ آقای بهمانی اول بهروز افخمی رو بشناسید. خب من تو کتابم راجع به این گفتم، در خاطراتم هم گفتم. بهروز افخمی اینا پاسدار اوین بودن، پاسدار بوده. خب اولش من توضیح دادم راجبش که قبلا بعد شدن فیلمساز و تلویزیون و فیلمساز و ارانتا استفاده کردن و اینم با اون فیلم عروس اومد سر زبونا. حالا کاری به اون ندارم، نکته جالبش اینه این بعدن هم خب آقای حضرت بهروز خان ایشون میدونید که با دستگاه امنیتی همکاری میکرد و فیلمساز حکومتی بود افخمی و وردستش تو همه جاها باهاش همراه و همگامش این فریدون ژورک یکی از عوامل کثیف فرقه رجبی بود. فریدون ژورک هم از توابهای پلید زندان بود و بعد از آزادی هم رابطه خودش رو با دستگاه امنیتی حفظ کرد و رفیق همین افخمی بود و از دوره همون موقع اینو میشناختش. این بابا برید نگاه کنید تو کارنامه به اصطلاح هنری فریدون ژورک، مهدی ژورک، فریدون بعد از انقلاب تقریبا هر چی کار کرده با ژورک، با همین بهروز افخمی. اتفاقا یه فیلمی هم درست کردن این دوتا با هم دیگه که نمیدونم سیام و موساد و اینا بودن متخصصین هسته‌ای ایران رو ترور کنن و از این داستان. این دوتا این بابا تو به اعتراف خودش تو نشریه مجاهد اون موقع رجوی از این میخواست یه بار مصرف استفاده کنه، اونجا اعتراف میکنه که با احمدی نژاد همدست بوده، همکاری میکرده و فیلم درست میکردن برای شبکه‌های تروریستی رژیم. کی؟ فریدون ژورک. مسعود رجبی این چهره پلید رفت از همین ژورک استفاده کرد، اومد یه دونه به اصطلاح این خاطره تولید کرد که بله من تو شعبه هفت آقای ایشون کار میکرده، خود همین حضرت چون آدم کثیفیه دیگه تواب رزل تو شعبه هفت کار میکرده همین بابا ژورک. اونجا ایرج مصداقی هم در سال 62 حالا من تو زندان گوهردش زیر تو شکنجه و اینا تو زندان گوهردش سلول انفرادی هم همه بچه هم میدونن من تو زندان اوینم و بعد اونجا سناریوی فیلم من مینویسم و کتابای سیاه دادستانی رو همه رو من مینویسم. فکرشو بکنید، یعنی رژیم از سن 22 سالگی من فهمیده بود که من در ناصیه هم نوشته که نویسنده میشم و نویسندم و توانایی منو همون موقع اینا کشف کرده بودن. این پیوند کثیف رجبیه با یه تواب رزل که همدست همین بهروز افخمیه. حالا این سوابق ببینید، یعنی رجبی مجبوره به این جرثومه های کثیف دخیل ببنده تا در ازای پولی که بهشون میده بیان و این رسالت ها رو انجام بدن. یعنی و این جامعه ما دارای چنین کثافت هایی است. یکیش هم همین آقای بهروز افخمیه و اون ابراهیم طالبی. بله میاد میگه این زنا هنرپیشه‌ها یائسگیشون هم میندازن تقصیر جمهوری اسلامی. فکرشو بکنید، یعنی یه ذهن باید چقدر کثیف باشه. اولا فکر میکنه یائسگی نقص زنه، این احمق نمیفهمه، فکر میکنه یائسگی نقصه. آقا اگه قرار بشه نقص باشه، نقص سرکار و امثال سرکار و امثال بنده که باید با 1000 تا ویاگرا بریم مردی که ابله، این نقصه. و یعنی اون که در طبیعت زنه، یعنی حتی شعور نداره، نمیفهمه و فکر میکنه زنی که یائسه میشه یعنی نقص داره. نمیفهمه زنی که یائسه میشه فقط تولید مثل میکنه و یعنی همه لذت رو و همه نمیدونم فلان داره، از یک رابطه جنسی داره که احمق تو اگر یه دونه ویاگرا نخوری هیچ کدوم اینا رو نمیتونی بشی، زنی بخوری هم مصنوعیه. یعنی انقدر اینا بیشعورن، یعنی انقدر اینا احمق و ابلهن که حتی ابتدایی ترین چیز و بدیهی ترین چیزها رو نمیدونن. اما بماند که این ذهن کثیفیه و بماند که این ذهن پلیدیه. خود این دوتا کسی نیستن ها، خود این دوتا عامل درجه چندم رژیمند. اما این تفکر حاکم بر حوزه است، این تفکر حاکم بر خامنه‌ای است، این تفکر حاکم بر این رجاله هاست. چرا میگن؟ فکر میکنی خمینی چی میگه؟ فکر میکنی مراجع تقلیدشون چی میگه؟ میگن زن عجوزه، یعنی همین زن عجوزه برش ازش تکلیف ثابته، یعنی حتی نیاز به حجاب نداره. چرا؟ چون زن عجوزه است. عجوزه یعنی همین کسی که در واقع یائسه شده و به زعم اینا عجوزه است، پیر زنی. این شعور نیست، درک نیست. اگر حالا من این توضیحات رو میدم برای اینکه میخوام فرهنگ کثیف حوزه رو و نگاه جنسی اینا رو توضیح بدم. این دستگاه فکریه، این نگاه جنسیه. عین همین رو میتونی تو فرقه رجبی ببینی. ببین مریم رجبی رو نمیذاره پیش نماز، رهبر عقیدتی مجاهدینه، باید وایسه پشت سر یه مرد نماز بخونه. حالا اون مرد 10 ردم از این پایین تره، مهم نیست. چون اگه اونجا هم که میگه سوریه، رجبی میگه چی؟ میگه زن باید در کنف حمایت رهبری باشه، باید ناموس رهبری باشه. اصلا این کلمه ناموس، شما نگاه کنید این به اصطلاح لاتولوتا رو دیدید، این جاهلا رو دیدید، این رژیمی ها رو دیدید. 2 تا چیز در زن، 2 چیز مقدسه تو نگاه اینا، یکی ناموسه، یکی خواهره، یکی مادره، یکی زنه. یه ناموس زهرا، فاطمه زهرا، نمیدونم دیدی، مادر، نمیدونم خاک پای مادر. یعنی زن باید فقط مادر باشه، یعنی ننه باشه. خب ننه دیدید چه جوری هم میگن که ننه این مادره. بعد خواهرم که باید ناموس باشه، حتما باید زیر کنف حمایت این باشه. بعدیش چیه؟ زنه. اینو همه ناموس هست. حالا مسعود رجوی اینو توجیه تئوریکش هم میکنه، میگه ناموس یعنی خون و نفس. یعنی همه ندونه میگم یعنی واو، خون و نفس. دیدی چی گفت؟ یه مش ابلهی که اونجا نشستن و خزعبلات اینو نشخوار میکنن، تازه میگه خون و نفس. همه میگن این دیگه خیلی میفهمه. آخونده بالا منبر میگم متافیزیک، همه فکر میکنن چیز عجیبی گفت. این مزخرفات میگه، اونا هم سریع برادر ببینید چی گفت. یه ذهن کثیفیه مثل اونا. بعد میبینی 10 تا زن رو میبره زیر یه ملافه، میگه حدیث کساوتشون بخونن. پیغمبرم 5 تا، حسن و حسین و علی و فاطمه خودش، 5 تا رفتن زیر عبا کسای خودش رو، عبای خودش رو انداخت، شدن آل عبا. دیدید ما بگیم آل عبا؟ آل عبا یعنی 5 تا، همه رفتن زیر عبای پیغمبر. متا مسعود رجبی چیکار کرده؟ 10 تا زن رو با هم برده زیر یه پتو، زیر یه دونه ملافه. میگه حالا این ملافه رو میندازم سرتون، شما بشید آل عبا، آل ملافه. ببینید اینه، یعنی این درصد فساد. و خب حالا این داستانی که توی برنامه هفت اتفاق میفته اصلا اینو یک در واقع بیان دوتا سینماگر رژیم نبینید. اینا تو سلسله مراتب رژیم هیچن، اصلا به حساب نمیان. فردا میتونن اینا رو کنار بذارن یکی دیگه، ولی اهمیت داره نگاه اینا، ایدئولوژی که پشت اینه، نگاه عقیدتی که پشت اینه. و اتفاقا زن، زندگی، آزادی اومده برای اینکه اینو منکوب کنه، برای اینکه اینو به زیر بکشه، برای اینکه تصویر جدیدی از ایران و ایرانیت بده و تصویر جدیدی از زن و زنانگی بده. به این علت که اینا فهمیدن به درد اومده، جای اساسیشون رو داری فشار میدی. دقیقاً آقای مصداقی، یعنی همه داستان و همین نکته آخر بود که شما بهش اشاره کردید، برای اینکه یه نظامی بر سر کاره که اساساً ضد زنه. بنابراین چون محور این انقلاب و این خیزش مردم زنه و زنا پیشگامن، لذا این باید زن رو بزنه دیگه، زن رو تحقیر کنه.